سلام دوستان، باش پس خونه من خوش اومدین. من معراجم و یه ویدیو جدید. امروز میخوام یک سالاد خیلی خوشمزه بهتون آموزش بدم، سالادی که خودم از قدیم درست میکردم. همیشه وقتی که مهمونی بود روی میز که قرار میدادیم، زودتر از همه چی این تموم میشد، چون خیلی خوشخوراک و خوششون میاد اکثر افراد. اسم سالاد هست سالاد ماست و سیب زمینی و پیازچه. همونطوری هم که از اسمش معلومه، محتویاتش پیازچه خرد شده هستش. یه مقداری میخوام بهش شیوید بزنم، یه مقداری میخوام بهش شیوید اضافه کنم. ژامبون داره داخلش، مایونز داره، ماست هست و سیب زمینی که داره الان میپزه و به صورت پخته شده باید استفاده کنیم. از اینکه کانال منو به دوستانتون معرفی میکنیم و سابسکرایب میکنیم خیلی ممنونم، سپاسگزارم و لایک ها و کامنتاتونم همیشه مشوق من بوده. ممنون و متشکرم. تا انتهای این ویدیو همراه با من باشید. بعد از پختن سیب زمینی اجازه بدین سرد بشه، به صورت نگینی خرد بکنید و داخل ظرف بریزید. به صورت اختیاری میتونید داخل این سالاد ذرت یا نخود فرنگی بریزید. زیاد از نظر مزه فرقی داخل این سالاد ایجاد نمیکنه، فقط از نظر بافت یا رنگش اگر که علاقه داشته باشین میتونید اضافه بکنید. به اندازه یک مشت پیازچه داریم یا یک پیمونه، خرد بکنید و داخل سالاد بریزید. 60 گرم ژامبون نگینی خرد شده داریم، اونم اضافه کنید. از نظر انرژی سالاد خیلی کم کالریه، هر سیب زمینی حدوداً 50 کالری داره. حالا همین سیب زمینی اگر سرخ بشه کالریش خیلی میره بالا به خاطر روغن. باقی موادش هم کالری زیادی نداره، میتونید حتی مایونزش رو حذف بکنید که کاملا به صورت رژیمی بتونید اونو مصرف بکنید. بگذاریم دوستان، بعد از اضافه کردن نمک و فلفل به مقدار لازم نوبت ماسته. مقدار غلظتش هم دست خودتونه، من حدودا 5 قاشق ماست بهش اضافه کردم، ولی اگر که بیشتر اضافه کنید یا اینکه ماستتون شل باشه یه خورده رقیق تر میشه. اگر هم که ماست کمتر اضافه کنید به خاطر سیب زمینی که داره یه مقداری غلیظ تر میشه. دو صورتش رو میتونید استفاده کنید. دو قاشق غذاخوری سس مایونز هست، اون رو هم اضافه کنید. و اینکه این سالاد احتیاج به استراحت داخل یخچال داره، تقریبا یه ساعت اگر بذارین براش کافیه، هم خنک میشه هم اینکه موادش کامل به خورد همدیگه میره و مزه همدیگه رو میگیره. این هم شیوید خشکه، یه قاشق غذاخوری اضافه کنید. اگر شیوید تازه هم بود اون رو هم میتونید اضافه کنید، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه با من بودید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردین لطفا همین الان انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید که هر ویدیویی میذارم بهتون اطلاع داده بشه، تشریف بیارین و ببینید. تا اینجا هم بزنید تا به چنین بافتی برسید. دیگه تمومه، داخل یخچال به مدت یه ساعت رو نوش جان کنید. ببینید دوستان، ترکیب سیب زمینی با ماست با پیازچه ژامبون داخلش فوق العاده میشه، بدون شک درست بکنید. یعنی واقعا حرف نداره. میخواین چرب‌تر بشه مایونزش رو بیشتر بکنید، میخواین کالریش کمتر بشه مایونزش رو حذف بکنید، در هر صورت خوشمزه است.